همیشه سعی من بر این بود که جامعه ایرانی این روزها رو نبینه. یعنی حتی اونهایی که پای صندوقهای رای می رفتن، حتی اونهایی که در طول تمام این 40 سال به انواع و اقسام شکلها با حکومت همکاری و همیاری کردن، حضور داشتن در تعیین سرنوشت بدبختی برای خودشون، ولی همبستگیه که فقط می تونه شما رو نجات بده. اول دانشتون که این به این مسائلی که خدمتون عرض کردم که وضعیت اقتصادی نابسامان و چند برابر نسبت به اون چیزی که حتی امروز هستید در آینده ای نچندان دور در انتظارتون هست. پس هر چقدر بیشتر بنشینید و نظارگر بمونید، وضعیتتون اسفبارتر میشه، اسفناکتر میشه و خرابتر، و هزینه هایی که باید پرداخت بکنید بیشتر. تمام این صحبت هایی که دارم با شما مردم انجام میدم اینه، و به خصوص کسانی که با این حکومت همکاری کردن و همکاری میکنن. در دادگاه ها قاضی هستید، از اون سربازی که بچه ها رو از زندان بر میداره میبره تو دادگستری و ایکس و ایگرک قرار میده، در محکمه ها هستن اون کسانی که اسم خودشون رو دادستان گذاشتن، اون کسانی که اسم خودشون رو وکیل گذاشتن و و و بگیرید، اون کسانی که زندانبانن، اون کسانی که نیروهای نظامی و انتظامی هستن، اون کسانی که بهش میگن بسیج، اون کسایی که بهش میگن پاسدار. بدونید شما در کشور ایران دارید زندگی میکنید و این کشور از لحاظ اقتصادی سقوط آزاد بیش از پیش انجام خواهد داد، به دلیل اینکه سیستم میباید تغییر پیدا بکنه. حال باید متوقف بشید، باید بفهمید که چه اشتباه بزرگی انجام دادید. مذهب همون مذهبه، اسلام امروز و دیروز و فردا نداره، عقاید مذهبی و عقاید ایدئولوژیکی در هر بودش عقیده است، یک اعتقاده. ولی وقتی که اعتقاد در رأس قرار میگیره میشه حاکم و حاکم شرع، ثروت دستش، قدرت دستش، زور مخ همه رو میزنه که من باید حاکم باشم. شما اگر خیرخواه مردمی، اگر میگی آنچه که من انجام میدم برای رضای خداست، خدا به شما گفته اول دل بنده تو به دست بیار، تو میای بنده رو میزنی بکشی که به اسم خدا، پس اینجا خلط مبحث کردی، دروغ بزرگ داری میگی. شما به خاطر ماندن در قدرت خودت این ملت رو سرکوب میکنی، منتها با نام اسلام. شما با نام اسلام سر میبرید، گروه های سیاسی با نام آزادی میخوان کلاه سر مردم بگذارن. فرق نمیکنه، خمینی خودشو به اسلام بست، حکومت اسلامی رو به مردم چپاند، گروه ها و یا افرادی که در این تلویزیون های رنگی دارید میبینید به اسم آزادی و دموکراسی دارن خودشونو میچپونن، عقاید خودشونو میچپونن به ملت، در صورتی که هیچ کدام از اینها حرف اول ملت نیست. مردم میگن آقا ما میخوایم زندگی بکنیم، مذهبمون رو داریم، اعتقادات شخصیمون رو داریم، در بعد مذهبی، در بعد سیاسی به کسی ربطی نداریم، میخوایم زندگی بکنیم. آقا ما چگونه میتونیم زندگی بکنیم؟ خیلی ساده خدمت ملت ایران عرض کردم، تنها فردی هستم در جامعه ایرانی که برای شما و از زبان شما سخن گفتم و طرحی رو که ارائه دادم با نام ایران پارلمانی برای شماست، به قدرت رسوندن شما و هر نماینده‌ای که میخواد به کشور خدمت بکنه بیاد وسط قرار بگیره، بیاد خودشو به شما نشون بده، بدون مطرح کردن این که من چپم یا راستم، یا مسلمونم یا غیر مسلمونم، یا شیعم یا سنی. بیاد وارد داستان ملت ایران بشه و سعی و کوشش انجام بده تا این ملت رو با هم همبسته بکنه.